دوستان درود فراوان به کانال ناجوس گیمینگ، خیلی خوش اومدین. بریم که یه بازی انقلابی و افسانه و شاهکار رو پلی بدیم و اونم مسلما چیزی نیست جز Resident Evil 4. و نسخه که پلی میدم نسخه HD هستش که فکر کنم حدودا سال 2014-15 منتشر شد. انقدر که این بازی خوب بود گفتن حیفه که فقط بخوایم با رزولوشن تلویزیون های LCD قدیمی بودش، خیلی انقدر زخامت داشت تلویزیون. و من از تجربه شخصی خودم بخوام بگم، متاسفانه من اول نسخه پنجم این سری رو بازی کردم و وقتی که اومدم روی نسخه چهارم دیدم که خب یه مقدار چقدر بازیش چرته، یه مقدار مکانیکش پیش پا افتاده تره، راحت نمیشه مثلا باش ارتباط برقرار کرد. ولی بعد از گذشت یه مقدار از خود تکنن مراحل بازی و چیزایی که اخبار اینا که راجبش میشنیدم دیدم که کلا این بازی اول از همه چه تحولی تو صنعت گیم به وجود آورده که مهمترینش همون دوربین پشتشونه است که هنوز که هنوزه خیلی از بازی دارن از این استاندارد پیروی میکنن. به عنوان مثال God of War که من خب خیلی هم انتقاد میکنم که نسخه سال 2018 چرا دوربین عالیش رو آورد گذاشت پشت شونه. حتی من خودم هنوز اون نسخه رو بازی نکردم، فعلا در حال پلی دادن سگانه معروفشم. و حالا از خود داستان بازی که بیایم بیرون، یه چالشی که من توی این بازی میخوام اعمال کنم، چون خب مسلما همه این بازی گیم پلیش رو دادن و الان دیگه خیلی کلیشه شده که منم بخوام همینجوری پلی بدم، چالشی که من واسه این پلی دادنم دارم اینه که از روی یه یوتیوبر خیلی معروفی میخوام تقلید کنم، یوتیوبر معروف آقای وایفو اگه اشتباه نکنم، لینکش که هم دارم نشون میدم هم داخل دیسکریپشن هست. دی ام سی و رزیدنت ایویل رو خیلی خوب پلی میده و خیلی از اسپید ران هایی که زده رکوردهای جهانی شکونده. و توی یه ویدیو من دیدم که جوری که بازی میکنه یه چالشش این بود که اصلا اینونتوری باز نکنه، یه چالش دیگه داشت که اصلا نه ریلود بکنه، نه از چاقو استفاده بکنه، نه از راکت لانچر استفاده بکنه اینا. من گفتم اینونتوری باز نکنم چالش خوبیه و تصمیمم اینه که فعلا با همین چالش پیش برم بازی رو و امیدوارم که از پسش بر بیام، تیر کم نیارم و خب مثلا تفنگم نمیتونم عوض بکنم. چیز دیگه به ذهنم نمیرسه، خیلی دیگه شاید بکنم زیاد صحبت کردم، بپردازیم به خود کاتسینای بازی و منتظر بشیم تا بازی شروع بشه. امیدوارم، حالا این جمله رو بگم تماشا بره، امیدوارم که از دیدن سری ویدیوهایی که راجع به Resident Evil 4 زدم نهایت لذت ببرید با این چالشی هم که گذاشتم برای خودم. حمایت فراموش نشه، لایک، کامنت، سابسکرایب. خب عزیز دلمون داره جیش میکنه، میگه هوا چقدر سرده، دارم یخ میزنم. Must be my imagination. Sorry it took so long. پس زمینه Resident Evil 4 ریمیک هم دقیقا از همین تصویر الهام گرفته شده. یه مقایسه بکنید حتما. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. چقدر مکالمه های ساده، چقدر پیش افتاده، پیش پا افتاده. میخوام بگم ما خیلی فانی. اینجا مراقب ماشین میمونم که مبادا برامون قبض پارک بنویسن. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support. چه سوتی باحالی هم داره این ارتباط تصویریه. حالا Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley. یه سری ممکن انتقاد کنم بگن که ما فقط الان داریم تصویرشون رو می‌بینیم، یعنی مثلا طرف داره با خود چیز صحبت می‌کنه، گوشی صحبت می‌کنه. حالا من یه سوال دارم، اگه این فقط داره با گوشی صحبت می‌کنه چجوری تشخیص داد که هانگیان یه آدم جوونیه؟ و تیکه بهش انداخت که میگفت فکر می‌کنم پیرتر از اینا باشی.
مسن‌تر از اینا باشی. بازی شروع بکنیم. اولین باگ این بود که از توی درخت رد شدیم. خب یه مقدار دستامو گرم کنم. Let's go. من حتما یه چند تا ویدیو از همه بازی‌ها درست میکنم. البته نه همه بازی‌ها. Sir. بازی‌هایی که حس میکنم خیلی مثلا نیاز دارن که سوتی‌ها و چیزایی که کلاً از منطق به دور یا داستان جوری پیش رفته که ما را احمق فرض کردن و حس میکنم مثلا ما مثلا اولین سوتیش چرا این یه دور دور خودش چرخی دور ما نگاه کرد. ویدیوهای اینجوری حتما درست میکنم که هم فانه هم مثلا نکته‌های خیلی ریز رو نشون میدم. همین که مثلا سازنده های بازی گیمرها رو احمق فرض کرده. یعنی چی؟ Is it freeze? با یه تیر مود؟ انتظار داشتم بارا برم کیک بزنم بهش، لگت بزنم بهش. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Let's go. این بازی من خیلی تمرین کردم، مخصوصا از روی همین یوتیوبر معروف آقای وایفو بازی نگاه کردم که چجوری پلی میده. مثلا چیزایی که حس میکنم زیادیه رو بهشون توجه نمیکنم. اون باکس ها چیز خاصی نبود که بخوام حالا بهش توجه کنم که چی توشه. آه یه نکته دیگه هم که در رابطه با استفاده نکردن از اینونتوری هست اینه که اگه من زخمی بشم که تا حد امکان سعی میکنم نشم، چجوری از خون استفاده کنیم که خب هربا، اگ ها و چیزایی که باعث میشه خونمون زیاد بشه وقتی رو زمین افتاده به جایی که پیکاپ کنم همونجا یوز میزنم. اینونتوری هم باز نکردم. یه مشکل دیگه ای هم که به وجود میاره انتظار داشتم چیز کنه. یه مشکل دیگه ای که به وجود میاره موقعی که اینونتوری باز نمی کنی اینه که نمیدونی چقدر امونیشن یا مهمات داری. حالا من تو چپتر وان میگم سعی میکنم یه جوری خفن بازی کنم که به چش بیاد، ولی از چپترهای دیگه چیز میکنم قناعت میکنم. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look. خیلی بدم میاد که بروشور راهنما بهم بدی چون من خودم این بازی رو به اصطلاح قی کردم. کلن تو اول بازی خیلی سعی کردن که همه چی رو به رخ بکشن، بگن ما همه چی تو بازیمون داریم. میرده خب میریم که یه مقدار لوت جمع کنیم. فلش بنگ مسلمه. خب نمیتونم استفاده کنم. اگه براتون سواله که چرا دارم برمیدارم. آها یلو هربارم بهتون نشون میدم کجاست. جولز یا جواهراتی هم که هر جا هست بهتون نشون میدم کجاست. رو ثامنیل که نوشتم، ولی خب حالا الانم دارم تاکید میکنم که بدونید قضیه از چه قراره. کامبینیشن یا اون ترکیباتشون که جواهرات کدوم رو با کدوم ترکیب کنی اینا دارم حتما بهتون میگم. آها توی این قسمت میشه همین بالا وایساد، بعد کاکتل مولوتوف پرت کنه یه جای مخصوص وای میسته که بهت آسیب نرسه و منتظر تا تایم فایت تموم بشه و صدای کلیسا اون چیزش زنگولش در بیاد. تو زنگولش اسمش یادم رفته چیه، صداش در بیاد تا فایت تموم بشه. ولی خب اینجا رو میخواییم فایت بدیم اساسا. بعلن که داریم لوت میکنیم. اینایی هم که چیز میکنم میفروشم بعدا انشالله بینه با پولش میخواییم چکار کنیم.
فعلا تصمیمی ندارم که میخوام چیکار کنم برای فروختنشون که الان که دارم فکر کنم اینم خب هرچی هم بخرم که نمیتونم ازش استفاده کنم. حالا ببینیم چی پیش میاد. فایت اصلی از اینجا شروع میشه که میریم توی این خونه. جیکسا میشه اره مویی، چینسا میشه اره زنجیری یا همون اره برقی. کلاس سابان رو هم خب از این نردبونم بندازیم. صدا اره داره جام شوپس. خب اینم بریم این سمت. یه دونه جواهرهای معمولی اینجا افتاده. خب شوپس فرار کنیم یه دونه. او سلام، به موقع بود. اه سلام بود، خودش مشتاق بود بیاد گلوله بخوره. وای وای سه تا تیر تو مغز یک. وای هنوز هم که هنوزه حس ترسشو داره. اوه خبره انداخت دوربین. ریلود کنیم. آه خدا همون برو آقا. نیا ملت صف کشیدن ما رو بغل کنن. خب این از این باش. اگر ره رو لگده بزن لگده بزن. وای وای وای. خب اگه ریلود بکنیم. ای آخ دهنش بزن دهنش سرویس. ما میخواستم نو دمیج برم. اول تو بمیر دیگه اصلا ما رو خوب کردی. اه دای دای دای. آها پرستم چیکار کنم؟ چیز بزن اول ببینم چینسا پول میده یا جواهرات میده. کیکه به موقع بود. خب 10,000 تا چیز داد شمش داد. اه هر برازم به موقع یوز. یه هرب هم که اونجاست به نازم. دهنتون سرویس گله رو انداخت در من. چرا بابا کیک تو بزن نمیخواد فرنان چیز برداری. ضعیفه کجا نمیشه از این کار زشت رو انجام میدی. موس هم گیر کرده. ای 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 دهنت سریز. موس هم اینجا گیر کرده. نمیتونم راحت نشونه بگیرم. خواه درست شد. دیترستتی آبتون نمیدونم فکرم اسپانیایی حرف میزنن. و هرچی هست که این هم به موقع بود و یه ریلود باید بریم. تمام شد. وای کجا خشاب داشت؟ فکرم اینه تو همین خونه بودش. آره طبقه پایینش من چک نکردم دیگه. یارو هم که اومد بیرون و مرسی. طبقه پایین آبجی یواش یکم بزن برسم خودم. شانس آوردی خدا وکیلی شانس آورد. ریلود رو میزدم که دیگه کلن دخلتون اومده بود. خستم کرد واقعا خستم کرد.
Lord Sutler. Lord Sutler. حالا ما از خونه میایم بیرون. درست یا کجا رفتین؟ تازه می‌خواستیم دستمون رو گرم کنیم. Where is everyone going? Where is everyone going? Bingo? Resident Evil. تو تمام نسخه هایی که میگفت Resident Evil، نسخه 3 به نظر من از همه بالتر میگفت. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow. تنها جمله‌ای که شنیدیم از هانگن اینه که تو باید گره در. یه ریلود کنی. بریم. اگه درست یادم باشه توی این خونه سمت راست باید یه چیز باشه. خب ما اینجا هم میتونیم خیلی نادیده بگیریم و رد بشیم، ولی حالا از اونجایی که گفتم همه چی نشون میدم، اولین جواهر رو برمیداریم. بعد از اونجایی که یه تیر اضافه زدیم، اولین مدال آبی رو با چاقو میداریم. اینم دومی مدال آبی. مپش هم بر نمیداریم. سومیش بزا یه چیه ای چیز نکرد رو زانوش ننشست. این هم چهارومش رو جایی کنم. اول این سنگ رو برمیداریم، اما پیچات کنیم بهتر بشن. چیه این کابینت، کمود، جا کفشی، هرچی که هست. خشاب رو برمیداریم، یه ریلوت میکنیم. دو تا چهار تا باید بگنیم چند تا خشاب برداشتم. اول اون مدال آبی میزنیم، یه زر تا هم بپنزم. دونم اینجا، یه دونم اینه. خب مدال آبی ها فعلا تمام شدش. میپریم این پایین توی این قسمت. از اینجا این حالا هرچی که بود. اینم از این. خیلی سخته که اینجوری دارم مسیر عوض میکنم، اما واقعا خودش یه تکنیکه. دوربین رو بچرخونی، بعد سریع یه نشونه بگیری که به همون زاویه بچرخه. خب جو باید بریم برای چیز. من چون دوتا کیبورد دارم، دارم دوتایی میزنم. ای دهنت سرویس با موس آخه. یه نفهمی اونجا هست، میخواد دینامیت پرت کنه. خوشیش هم زدم، از من بعید بود. خب اینجا هم که تله برام گذاشتم مرد، خدا رو شکر. خب قبل اینکه از در بریم تو، این بالای درخت هم فکر کنم یه دونه از این کلاغا توی لونش یه دونه جوارات پیدا کرده و گذاشته بود تو لونش. سیو هم نمی کنیم. واقعا نمیدونم چرا این تایپ رایتر رو گذاشتن اینجا، چون الان مرحله که تمام میشه. و در نهایت این هم از این. امیدوارم که از دیدن این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید، چون من واقعا دستام درد گرفت. جا داره که بهم بگید دستت درد نکنه. Little rough, don't you think? یارتون نره برای حمایت حتما. اگه کانال رو ساب ندارید ویدیو رو لایک کنید. نه اشتباه گفتم. اگه کانال رو ساب ندارید سابسکرایب کنید. اگه ساب دارید ویدیو رو لایک کنید. I have a very important question. Got a smoke? Got gum. Do you got a smoke? Got gum. سیگار داری؟ نه آدامس. Perfect. حالا همین بین که داره نشون میده، یه سوتی دیگه هم بگم. چرا وقتی کسی اسلحه داره باید سرشون گاو بندازه بره یارو لگد بزنه؟
به هر حال دمتونم گرم، مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردین و تا قسمت‌های دیگه فعلا.